بخشاینده و مهربان، سلام بر همه شما. خوش آمدین به افطاری. آرزو میکنم که همتون خوب باشین. با امی امید و آرزو برنامه امروز افطاری را آغاز میکنیم. من مجیب عارض با همکار خوبم هدیه همدرد تا یک ساعت دیگه به طور زنده با شما هستیم و خیلی خوش داریم، خیلی دوست داریم که شما هم با ما باشین. در یک ساعت ما در برنامه افطاری بخشای مختلف و متفاوتی را داریم امروز و امیدی را دارم که در خانه هستین، در قرنطینه هستین. خدا کنه که از این فرصت خوب استفاده کنین، مثبت استفاده کنین و تا که میتونین طاعت و عبادت کنین. در دعایتان تمام هموطنان عزیز ما را فراموش نکنین، سربازای قهرمان را فراموش نکنین. دوستان، در بخش اول برنامه ستاره درخشان موسیقی قوالی کشور با ماست، حتما شناختین، فهیم جان فنا. میریم با هم یک جا یک پارچه موسیقی زیبای قوالی به صدای زیبای فهیم فنا را با هم میبینیم و میشنویم و خوب فیض میبریم. فنا صاحب، بازم سلام به شما و سلام به تمام بینندگان عزیز ما. امیدوار هستم همه صحت و سرحال باشن و روزه را به خوبی و خوشی سپاری کرده باشن. دیگه امید میکنم که اجرای قوالی که بازم یکی از ساختهای خودم است مورد پسند قرار بگیره. با اجازتون مشتایم سر مشتایم بفرمایید. لب و دندان سنایی هم توحید تو گویان، لب و دندان سنایی هم توحید تو گویان، مگر از آتش دوزخ دلای سے کم اسلی سمد اللہ سے لذت لے من الملک تو گوئی کہ مران را تو سزائی تو ہم سے
چوک دادی بری از در تو نیازی بری از بیم و امیدی بری از چون و چرایی بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیه بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی علمای عیب وزلی تو سزاوار سنایی نتوان وصف تو گفتن که تو در خان نگنجی نتوان شب بی تو گفتن بسیار زیبا، بسیار عالی، واقعا خیلی زیبا بود. تشکر میکنیم از آوازخوان خوش‌صدای ما فهیم فنای عزیز و از همراهانش. واقعا ما را به وجد آورد و اینجا یک فضای بسیار خوشایند مملو از معنویت خلق کرد. بله، جای آوازخوان خوش‌صدا به مثل فهیم فنا در موسیقی قوالی خالی بود و حال فنا او را پر کرد. سلامت باشین، بسیار تشکر فنا صاحب و دوستان گرامی، سلامت باشین، بخیر باشین. عزیزا آل عدی جان چی داریم؟ یک وقفه کوتاه، دوستان ما را تنها نگذارین. عزیزا بیننده برنامه افطاری از طلوع هستین، تشکر میکنم از حمایت کننده مالی برنامه جوس پارادایس. جوس پارادایس، تازگی قلب و قوت زندگی. بله، و مهمان امروز برنامه افطاری ما که من میفهم به صبرانه شما منتظر هستین که کی مهمان ما از در برنامه. در برنامه امروز افطاری یکی از تجارای ملی، شخصیت خیرخواه و دلسوز و مردم دوست را دعوت کردیم، آقای اسماعیل غزنفر، رئیس اجرایی غزنفر، که ازشان خواهش میکنیم بیاین به برنامه تا بیشتر با خودشان، با زندگی و کاربارشان آشنا شویم. سلام علیکم. خوش آمدین. خوش باشین. بفرمایید. بسیار خوش آمدین. تشکر. غزنفر از دعوتتون تشکر است. چی حال دارین؟ صحتتان چطور است؟ ان شاء الله خوب هستین. تشکر. خوشبختانه که ما دوستا سال گذشته آقای یوسف غزنفر در برنامه مهمان داشتیم و همچنان خانم حسین بانو غزنفر، و این بار خوشحال هستیم که از این خانواده یکی از برادران خوب و موفق دیگر آقای اسماعیل غزنفر را با خود داریم و با اینا هم موقع و فرصت خوب است که آشنا شویم. اسماعیل صاحب، کوتاه در آغاز میخواهیم که در مورد خود بر ما بگوید. تشکر. من اسماعیل غزنفر اولاد دوم فامیل هستم. ماشاءالله. ما 15 تا هستیم، 10 برادر و 5 خواهر. قسمی که شما فرمودین ولی صاحب اسبق عمر زنان حسین بانو غزنفر همشیری اولم است و محمد یوسف غزنفر هم که هفتم میشن و ما هم نمبر 10. ماشاءالله. در مزار شریف تولد شدیم، اقتصاد خلاص کردیم در سال 1994، عروسی کردیم. از 94 به این طرف بیرون کشور رفت آمده زیاد بوده.
متشکرم. بله، آرزو داریم که همیشه موفق باشین و خانواده تان همه تو جمع باشه و در کارها موفق باشین. یک ده برنامه دیگر رو میگیره ده جان که با برادرها و همشیرهای دیگه از اینا ما آشنا شویم. حتماً انشاءالله آشنا میشیم. و هر یک تاجر موفق هستن و بله، هم یک سیاستمدار موفق هستن. ما به شما افتخار میکنیم که همیشه آدمای خیرخواه هستین و مردم کمک میکنین، در خدمت مردم هستین. ما میخوایم که کوتاه درباره ازی بفهمم که چون شرایط سخت آمده در وطن ما در افغانستان، یک مریضی بد بگویمش، همگی ترس و هراس دارن، کرونا و شرایط قرنطینه است. میشه که شما صحبت بکنین که سر کار و بار و تجارت شما چقدر تاثیر مانده؟ یقینا به کل جهان تاثیر منفی خود گذاشته. لاکداون است، افراد نمیتونن دفتر بیان کار کنن. متاسفانه شاید هم که یک ماه دیگه در بر بگیره کس نمیفهمه، ولی ما فکرهای خود داریم از این تو یک چالش شخصم یک فرصت اقتصادی را پیدا کنیم. چند روز پیش با یکی از دوستا شده بودیم، میگفتن که در افغانستان 40 میلیارد دلار است که از او جمله 4 میلیاردش در سیستم بانکی افغانستان است. اگر قرار باشه که این 40 میلیارد دلار داخل سیستم کار در افغانستان شود، فکر کنین که هر یک میلیارد دلار برای یک میلیون نفر جای کار پیدا میکنه. ما در این فکر هستیم که چه قسم یک استراتژی را پیشکش کنیم به دولت که این 40 میلیارد بیه به بانک ها و این بانک ها بتانه دوباره به تاجرهای را قرضه بده، چی زراعت باشه، معادن باشه، ساختمانی باشه، انرژی باشه، خلاصه هر چیزی که شما سرش فکر میکنین این پیسه بیه در اینجا سرمایه گذاری شوه. و خوب است که این اصلا میگه هر چیزی که در دنیا به وجود میاد یک گپ خیر در پشت سرش است. اینا ما متوجه شدیم که 40 میلیارد بیاریم از زیرای بالشت یا زیرخانه ها، بیاریم در سیستم بزنس افغانستان و افغانستان از این چالش کال داره بیاریم در بالا. نه که ما عرابر یکی ما پیشوری ببریم دیگه ما پشت سر کش کنیم دیگه ما در سرش خود پردیم. بیاین یه عرابر یک نفر بتیم از پشتش هم تیلا کنیم که در هر بلندی که باشه برسه. بله. آقای غزنفر، شما به اوت داد از تاجرایی که در این ماه مبارک رمضان و هم در این شرایط سخت نسبت به این که به خیر رسانی فکر بکنن بیشتر به سوجویی و فایده فکر میکنن، گفتنی شما بر اینا چی است؟ ما چیزی گفته نمیتونم، متاسفانه شاید بعضی ها باشن، ولی عموما کسایی که ما سرکار داریم، مثلا ما پلان گرفتیم که مثل که بنیاد غزنفر همیاله 400 بستر به خاطر خدای نخواسته مریضای احتمالی که در شفاخانه اگه جای نبود ما برشان جای جور کنده سمت شمال در مزار شریف، مثلا برای 7000 خانواده 50 کیلو گندم، 50 کیلو برنج، 16 کیلو روغن، 7 کیلو شکر به این شکل توزیعات کرده رسیم و بازم ادامه داره. و در 30 شب رمضان مثلا غذا پخته میکنیم به سطح فامیل، غذای پخته را برشان میتیم و در کلگی هم میگه پر میزنیم که بیادر بیاین این وقتش است که شما هم زکات خدا که یقینا میتین اضافه تر بتین، خیرات خدا بتین، صدقات خدا بتین. خدا رحمتی آقای میفت که زکات خودش بیمی خداوندی است. اگر شما میخواین که مالتان حلال باشه، بیاین این کارا رو در این وقت سال بکنین، مخصوصا در وقت کرونا که هم مردمش کمش کم سیر شوه و هم شما راحت زندگی کنین، راحت استراحت کنین. شخص نظر من می است که باید ما در این شرایط به پشت مفاد نگردیم، به پشت خدمت بگردیم. حالی است، ما هم آرزو میکنیم و دعا میکنیم خداوند به برکت ماه مبارک رمضان اول خو امی بیماری کرونا را از وطن ما گم کنه تا اینکه هموطنان ما از شرشان در امان باشند. غزنفر، اولین کار که پس از ختم کرونا شما دوست دارین انجام بدین چی است؟ این سوال از تمام هموطنان ماست و میخوایم امروز جواب از شما بشنویم. شروع را از سر شما میکنیم. بله. قسمی که من ها پیشتر بیان کردم برتان، پیش از اینکه ختم شود ما امروز شروع میکنیم، منتظر از نه باشم که ختم بشه باز کار شروع کنیم. امیال مثلا او روز که امروی کسی صحبت میکنیم گفتن 45000 درخت ما غرس میکنیم در پشت پارلمان یک منطقه است. باز من پیشنهاد کردم برشان که چرا 45000 بیاینی را 4.5 میلیون بسازین، 45 میلیون بسازین، هر کس را اجازه بدین که به یک درخت قرض کنه برش یک دلار بدین یا 80 افغان یا 100 افغانی بدین. این اگر از امروز از زراعت ما شروع کنیم که میتونه راحت اینا زراعت شه، 10 سال بعد این نهالا به بالا میرسه و یک سرمایه ملی از ایجاد میشه.
ببخشید فرصت کم داریم ولی حتما در ادامه میشتویم. بسیار گپ نیک است و انشالله که همی کارش ما آغاز بکنین. اگر کرونا ختم شد دوستان ما خواه اول امی هر کسی که نزدیکم بود را آغوش میگیرم. حال وقفه دوباره برمیگردیم. آقای اسماعیل غزنفر رئیس اجرایی غزنفر گروپ با ما هستند. تشکر از همراهیتان دوستان خوب ما. طاعت و عبادتتان قبول. امروز روز هشتم ماه مبارک رمضان است. جمعه پیش شروع کرده بودیم و این جمعه هشت روز گذشت و واقعا دست که ما در درد و مریضی هموطنان ما چی سرگرم هستیم و جگرخون هستیم ایت نفهمیدیم چطور گذشت. ما سر ما بسیار زیاد تاثیر کرده دیجا. نمیفهم سر شما همیشه تاثیر میگه. اساس تا دیگه گرسنگی احساس گرسنگی آدم زیادتر میکنه. روزای اول آدم قوی تر میباشه. اما تو نیست غزنفر صاحب؟ بله درست میفرمایید. خب دوستا میمان خوب ما آقای اسماعیل غزنفر رئیس اجرایی غزنفر گروپ با ما هستند. همچنان سپاس میکنم از حمایت کننده مالی برنامه شفا نکتارهای طبیعی شفا ضامن سلامتی شما. میخوایم از غزنفر صاحب پرسان بگونم که امی هر تاجر یک قصه خیلی خوب و جالب و جذاب می داشته باشه. یکی از پول کم آساستا یک سرمایه بزرگ می سازن. اگر شما کم در مورد خود بر ما بگوین و در مورد خانوادیتان که قصه تجارت شما از کجا آغاز شد که حالا ماشاءالله به بانک رسیده. این یک چال است که با می خواهیم یاد بگیریم. خواهش میکنم. اول خب میگن داد خداوند است. ما در تجارت نسل سیوم هستیم. بابی ما خب در نسل هفتم هشتم اگه بریم خیلی دور میشه. به خاطر ما از 110 سال تجارت در فامیل غزنفر که در 1910 اجری شمسی اجری قمریست میلادی سب اجری میلادی ببخشید اجری میلادی در 1910 غزنفر گروپ راجستر شده بود. از اما اگه ما پیش بیاییم ما وقتی که نسل سیام آمدیم در بزنس در الکترونیک بودیم. وقتی که طالب آمدن در 1998 فکر میکنم یا 97 آخرش بود در مزار شریف باز ما رفتیم دو سه برادر به طرف ترکمنستان کار نفت گاز شروع کردیم و سال 2000-2001 که کار نفت گاز کمی اوج گرفت آسته آسته مقسم پیش رفتیم و خلاصه بزنس بر امروزی بزنس 110 ساله است. کار ما نیست کار پدر و پدر کلان اون است که باز ما آسته آسته کوشش کردیم که بزرگتر بسازیم. دعا میکنین از من برشان دیگه؟ طبعا طبعا. بسیار خوب. و حالا ای که خانواده شما غزنفر صاحب نه تنها که در عرصه تجارت فعال است و نام دارن در عرصه سیاست هم ماشاءالله آله. برادر شما آقای یوسف غزنفر از جمع افراد اول مملکت به شمار میره و نماینده فوق العاده رئیس جمهور هستند. با توجه به محبوبیت که خانواده شما داره و طرفدار شما دارین آیا نمیخواین که یک روز شما هم در عرصه سیاست پا بگذارین؟ ولی هر کسی یک بخش خود داره در فامیل ما. همی گفته ما 15 نفر هستیم. علاقه شما چی است؟ علاقه ما زیادتر در سرمایه گذاری است. ما خوش میشم وقتی که یک فابریکه رو مجور میکنیم یک 500 نفر در او کار میکنه. این برای ما یک کیف دیگه میده. شما میخواین همیشه تجار باشین؟ خب برای فعلا همین فکر ما است که حداقل برای 20 سال آینده پلانایی که ما داریم باید در تجارت باشه. موفق باشین. بسیار عالی است. سلامت باشین. تشکر میکنیم از آقای اسماعیل غزنفر دوستا و ما خوشحال هستیم که امسال این فصل برنامه افطاری را به سربازان قهرمان افغانستان اختصاص دادیم. اگر دوستا شما موافق باشین که با یکی از خانواده شهدا و سرباز قهرمان آشنا شویم و در ادامه برنامه اونا را در استودیو با خود دعوت کنیم با هم میبینیم. ولیدی ما شهید است بیم سرپنیم او مشرز بیم او کورو میرانده کاتی مان رو تپات دی، کنده رو تپات دی، وادی وادی لرگانی می دی، وارو وارو زمان می دی. یه دمینا محبت دی وردی سراو. نبیا چه دیا شهید شو ولی من گفتم فلا فمالیا شال کلو.
او بس پځه پځه نو شو جړی بم کولا کلا بو وا کلا بنوا اوس بس د سیزه کلا و خوره او کلا ما خوره بچی مینور وړو وړې دی لورګانی مې فنډي دی ته مون دی دا پړه دی لورګانی دی دار څو فرش کی مون واسن کیږي د سې کړي مینور علی هني کړي او تار کړي چې خدایا سر په نام لوړه خدایا تشتای مون بچو کو یو دا می مړه را باندې راوړلو به راغللو ما دې دا تابوت ما چې وکاتلو دې دا مړه چې ما وکاتلو دا تاوال ما دې شاهدګي مبارکي ووي او بیا می خپل خدای نه شکر ادا کړو چې را مطلب دې ما دا بچي په خپل خاورې ز خپل ځان قربان کړو دې دا خپل خاورې سره ډیره مینه او ډیره محبت وو موږ به چې خورو موږ به چې شکو نور نشته سره چې دا اوس دې ما زګ وسان وایلې شمول وای چې ما ته دا وی وکی کاټ کې نوسته یم ویګام هم دا سبب بل منګي دومره او په پد واخه پاله پاله ایزا قصه شهید ولی و پدرشان فضل رحمان و خانواده شهید ولی رو با هم دیدیم. هرچند کاری که ما میکنیم در برابر فداکاری و جانفشانی های کلان این سربازان بسیار کم است و کوچک است، اما بازم به این خوش هستیم که ما برابر توان ما به کمک شما هموطنان عزیز ما این خدمت کوچک برای این سربازان وطن و خانوادهشان انجام میتیم. پول و کمک که امروز در برنامه افطاری ما جمع‌آوری کردیم برای دو خانواده 318,565 افغانی و 1,370 دلار است که این به دو سه مساوی تقسیم میشه. سهم خانواده پدر شهید ولی 159,283 افغانی و 685 دلار است. حتما ما اسامی کمک کننده را در پایان برنامه براتون میخونم و حال ما این پول برای آقای اسماعیل غزنفر تسلیم میکنم تا اینکه اینا این پول اهدا کنن. حتما غزنفر صاحب از طرف خودم مبلغ را به این پول اضافه میکنن که میشه یاد کنن که چی مبلغ اینا اضافه میکنن. بفرمایید. ما هم به نوبه خود 100 هزار افغانی علاوه میکنیم. بسیار عالی. خداوند قبول کنه. انشاءالله که جایشان از بهشت برین باشه. واقعا اولاد شما قهرمان ملی مملکت است. بفرمایید پدر جان. سلامت باشین. بسیار تشکر میکنیم از غزنفر صاحب و تجار ملی و تمام هموطنان خیرخواه ما که پول فرستادن کمک کردن تا ای که از این خانواده شهدای قهرمان حمایت شوه. سلامت باشین غزنفر صاحب. او گران فضل رحمان ته هم او د دې کورنۍ ته هم خوشاله بند غواړو او له دوی نه مننه کوو چې نن خبرونه کې تاسو ملمنه شولې. ستاسو زوی شهید ولی به تل زمونږ په یاد وي. او تل به دعاګانې ورته کوو زمونږ ویاړ یاستئ. هم تاسو هم ستاسو بچی علام ګل ګل زار کړم. دوستانو ډیرې لګې شي به پاتې دي روژه مات ته اوس په ولند دمه واخلو لږه څه خبرسته بیرته راګرځو. دوستان لحظات کم باقی مانده برای افطار و حال من در آشپزخانه افطاری هستم. میخوایم از مجموع پرسان بکنم که چی آماده ساخته امروز. سلام مجیب جان، خوب هستی؟ شامت بخیر. قربان شما، شام شما هم بخیر. دیگه راستی اساسا شام میشه. مجیب جان چی آماده ساختی، چی تهیه کردی؟ امروز یک کرایی گوشت گوسفند آماده ساختیم، یک چکن سوپ است، در پولیش یک فروسالات است از انواع اقسام میوه ها. یک کمه که امروز غذا را سخیل نکردی به نظرت؟ نه نه، او پروتین داره، ویتامین سی داره، دیگه او میوه سالات میوه بسیار میوه سالات پس طاعت عبادت شما قبول باشم و از تمام هموطنان عزیز ما. فارسی مرتضی قانتم خوش آمدین. سلامت باشید. سلام علیکم، خوش آمدید. روز بخیر گذشت قاری صاحب. بخیر باشید مجید جان. امسال خسته شدیم، در خانه هستیم، قرنطین در خانه هستیم، برآمده نمی‌کنیم. خب، خانه مونده خسته شدیم.
آرزوی ما ای است که شما و هم تمام هموطنان عزیز ما در قرنطین در خانه خسته نشن و یکان کارا و سرگرمی های جالب برای خود در خانه بسازن. بله دیگر راه نداریم غضنفر سید نراست گفتن که اگر دکتر ها نتانه واکسین پیدا کنن پدر مادر ها واکسین پیدا میکنن. اما آدم و خانه باشین بسیار زیاد خوب است، حتی اگر دق آوردین، حتی دوستا اگر خسته شدین. اما همیشه ما میگیم که در خانه بمانید، مسئول بمانید، در گوشه لوگوی طلوع هم در خانه بمانید، صمیمانه بمانید. خالی صاحب اگر بسیار دق آوردین، یکان روز آشپزی کنین، یکان غذای مزه دار پخته کنین. خانم جارو کدن در خانه هستن، ادیه جان که هیچ با من نمیرسن. ماشاءالله. و امروز مجنون جانم زیاد زحمت کشیده غذای مزه‌دار پخته کرده. تشکر. سلامت. خدا کنه غضنفر صاحب غذای امروزی بدل شما باشه. بسیار عالی معلوم میشه. یک دفعه شروع کنیم. در ظروف یک بار مصرف است شاید به خاطر صحت مقبول به نظر نرسه. اشتهای خوب نوش جان. از آبر شما هم افطار خوب و خوش میخوایم و همچنان اشتهای خوب، اما احتیاط تا نکنین. وقفه ای نان بخورین. غضنفر صاحب در مورد خانوادیتون اگر بر ما بگوین، گفتین ازدواج کردین، ثمره ازدواجتان؟ ثمره ازدواج ما دو دختر است، یکشان آرسی کرده، یکشان مجرد، امرم کار میکنن. بسیار خوب، ماشاءالله. و در خانه چطور هستین؟ همگی با هم یک جا هستین و یا برادرها جدا زندگی میکنن؟ حالا قبلا یک 15 سال پیش همگی ما در یک حولی بودیم در مزار شریف. تا وقتی که خدا رحمتی حیات بودن همی ده برادر دو خواهر ما در وقت آرسی نکرده بودن، دو تا سه تاشون آرسی کردن، در کلگی در یک جای بودیم. یک دروازه بود، داخل می شدیم، هر شب اینم دسترخوان دراز بود، مردا در بیرون اولی، خانم ما در بیرون اولی محفل آشان. خب ما هر کدام مرکا را میکردیم، ولی میمان می بودن چون سمت شمال در وقتی که یادم میاد ما هتل نداشتیم. هر کس از 33 ولایت دیگه که می آمدن در خانه‌های مردم تقسیم می شدن، چنان شبش باشه چی استراحت کردنش، همسر صفت و شکا انداخته می شد، ده نفر باشه، صد نفر باشه، بالده پالو مثل گفتن بعد از کرونا چی میکنه، اونها قسم کارا خواد شد، بالده پالو دو شکا انداخته می شد و در زیر تاک استراحت خواد کردن. انشاءالله بخیر باشه. هموطنان عزیزم دعا کنین، این لحظات بسیار لحظات مبارک است و دعای همه ما و شما قبول میشه. پس این لحظات مبارک از دست نتیم، دعا کنین برای تمام مردم دنیا، برای مخصوصا برای مردم افغانستان و سربازان قهرمان ما و کسایی که مریض هستن، هر دردی که دارن خداوند اونا را شفا بده. دوستا حال ما یک وقفه میگیریم، پس از وقفه دوباره برخواهیم گشت و با خانواده دوم شهدا آشنا میشیم و با اونا هم قرار است که کمک و مساعدت صورت بگیره و سپاس ویژه و جداگانه هم از شفا نکتارهای طبیعی شفا ضامن سلامتی شما. وقفه. شاید ساق یک بچه دست پایی بود، بیادر خیلی دست پایی بود. معتب خراروی شوانه میخوان در لیسه روزانه میرفت کار میکرد، کارهای ساختمانی پیش میبردد. معتب که خلاص کرد باز افتاد مادر افتاد من میرم وظیفه اجرا میکنم، از همون طریق هم پنتونی من میخوانم، هم روزوار خانه را پیش میبرم. گفت ما دیاری میگفتد مادر تو برای یک دانه نان گفتد گویگه او تپک میکردی گفتد باید افتاد من اولاد شام که تو دتو نان پیدا که بیارم. ما دولت هر رفت یکان شش ماه بعد دایم بیادر اندر داره، بیادر اندراش از ما تناسته. در از اونا گفته که لالا ما ماسره هستم گفته. در ما تیاره از آسمان نو نان هوا میده گفته کدام برم در روز بعد پنج روز بعد دیگه هم تو گشنه ماسره هست. آمدیم پیش خانه که همه کلی مردم جمع هستم اینجا. باز من خیریه دست افتاد، ایساق آماده افتاد، ایساق آماده
نامزارم بود، یک همشری شده شی سرالش کرده بودیم، یک 12 روز بعد تویش رو میکردیم. یک دفعه که ما جای خوب خیزم زنها حجوم زده در آمد دوری گفت جای نرو بچه زخم نیسته. باز ما زیاد چیروپیر کردم که در چیروپیر 2 دقیقه تیر نشده که جنازه رو یا داخل اولی داخل کردم. پنج کرد، 6 کرد، انبارا میگرفتم، چپر میکردم، در زیاد روزی 2 نان 3 نان میوردم، خورد بود، پشتک بودم، نقیقه قرار. در چوپرژی سید آباد چوب پست میکردم، یار نان میدادم. در مجتمع سید آباد کار میکردم، اینا را نان میدادم. خانه مردم کار میکردم، یار نان میدادم. هیچ کس ندارم بگم اینا میشن قطع کاغذ ها بگم درد ساقه خوار ندارم مادر ندارم اون مادر ما شما دیدین که اصاب عدست داده که در اون حالت هستم بیادر ندارم 3 سقیر بیادر دارم که اون در پیش ماندگسته بس خلاص کدام کس و کوی دل سوز ایج ندارم کسی ندارم که مرا عدستم بگیره از جایم غلطه دگی بشم مرا بالا کنم خوش آمدین دوستان عزیز تشکر از همراهیتان امیدوار هستیم که افطار به خیر گذشته باشه و در این لحظات برنامه شما دیدین قصه زندگی یک قهرمان دیگر وطن ما را مادرشان در استودیو با ما هستن مادر شهید اسحاق مادر جان خوش آمدین براتون اول تسلیت میگیم سفر به خیر گذشت شما از راه دور آمدین از مزار شریف صحتتان خوب است خوب است من تکلیف دارم مادر جان گفتنی و پیامتان برای کسایی که فرزندتان اسحاق جان به شهادت رسانده چی است؟ پیام است که من بسیار یک مادر بدبخت دنیا بودم که اولاد کلان کردم اولاد همی تشهید شد آخرش بدبخترین مادر از دنیا استم کسای پیام می است که دیگه داغ جوان کس نبینه هیچ وقتی آمی. یک مادر بچه عذاب اولاد کلان میکنه کلان میشه او شهید میشه اما کسی که او را شهید میکنه او هم مادر داره او هم پدر داره قلب مادر از او هم میسوزه قلب از ما نوری بقید پیام ای است که امی جنگ امی خشومت امی ها کم شوه دیگه اولاده مردم داشته کار و غریبه پیدا شد راحت سلامت باشین مادر جان فرزند شما یک قهرمان بود و آفرین به همت بلند شما به حوصله بلند شما بله و هموطنان عزیز ما شما را تنها نماندن در کنارتان هستند و ای که قدردانی کنن از شما که مادر یک قهرمان هستین که پسرتان شهید شده یک مقدار پولی را به عنوان هدیه تقدیم کردن به شما که میره به آقای غزنفر میتوم و یک مقدار این اضافه میکنن بالایش و به شما هدیه میکنیم عزیزا مادر شهید اسحاق 159,283 افغانی و 685 دلار پول کمک شما هموطنان عزیز به دست آورد و هم 100,000 افغانی از طرف آقای اسماعیل غزنفر تشکر میکنم مادر جان از شما که آمدین به برنامه و بر شما زندگی خوب آرزو میکنم انشالله که مشکلاتتان کمتر شود و دسترخوانتان رنگین شود سلامت باشین زنده باشین و غزنفر صاحب از شما هم یک جان تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین و در افطاری مهمان ما شدین تشکر از دعوتتان من از چیتون تلویزیون تلویتون نخواهش میکنم من خانم هستم زیاد پشت کار میگردم 13 نفر در خانه نان خور هستم نان تیک کسی ندارم بله برای من یک کار پیدا شو میگم انشالله که ما و تمام همکاران ما در کنار شما هستیم در مزار پیدا شو در اینجا نشد خاله در کودکستان اما تنان ما میبینن شما را اجرا میکنم روزگار اولاد بیادرم پیش خودم هست بیادرم انشالله انشالله نیم قام کار از شما طلب دارم خدا مهربان است مادر گل خدا مهربان است از در 2 دقیقه فرصت که ما داریم خدا کنه که بتونم تمام لیست برای شما بخونم اسامی کمک کنندگان و مبلغ پولی که امروز مساعدت شد بنیاد خیریه اجمل رحمانی روزانه 100,000 افغانی الهاج حبیب الله پیرزاده رئیس کمپانی های ACCL انٹرنشنل روزانه 50,000 افغانی رهبری شرکت اورنج لیف موبایل رحمت الله امیری و هاشم امیری مبلغ 33,440 افغانی تا 20 رمضان بنیاد خیریه وحدت و الهاج توفیق وحدت نماینده کابل در ولسی جرگه روزانه 25,000 افغانی بنیاد خیریه اتاق تجارت بین المللی افغانستان روزانه 10,000 افغانی از طرف یک فامیل افغان مقیم خارج روزانه 12,000 افغانی بنیاد خیریه غزنفر روزانه 10,000 افغانی تاجر افغان مقیم دبی 10,000 افغانی پرویز امینی معاون اتاق تجارت پنچیر روزانه
7500 افغانی، خو هر ما پروین پشتونوار از شهر لس آنجلس امریکا روزانه 5000 افغانی، کمال صاحب روزانه 5000 افغانی، علمشان ازری و خانمشان بی بی آجی از فرانکفورت آلمان روزانه 5000 افغانی، خانواده آجی الکوزه از کانادا روزانه 5000 افغانی، بنیاد خیریه حاجی بشیری روزانه 5000 افغانی، محمد قاسم امینی و جمشید امینی 5000 افغانی، داوود کندزی از جرمنی روزانه 5000 افغانی، اسراف ماماگل تجار ملی روزانه 500 دلار، واجما فروغ و نهاد مطالعات زنان 100 دلار، ندیم جان امیری ستاره درخشان فوتبال ما از آلمان روزانه 100 دلار، شرکت تجارتی عارف وسیل لیمیتد روزانه 100 دلار، از امریکای جنوبی 50 دلار، موسسه خیریه مصطفی زمانی 100 دلار، جوانان افغان از گوشه‌های مختلف دنیا روزانه 120 دلار، بیبی حاجی ماری از هامبورگ جرمنی 100 دلار، شفیقه نصرتی از هامبورگ جرمنی 100 دلار، نصیر احمد رسولی 5000 افغانی، طارق عزیزی روزانه 5625 افغانی، دکتر میر عبدالله کوهستانی 5000 افغانی، بنیاد خیریه ندا زاهد 10000 افغانی و سیار زبیر 600 دلار از امریکا فرستادند، سهم امشب 100 دلار. خداوند با عمر و مالشان برکت برده. آمین. بخیر باشیم. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز، همه تا را به خداوند یکتا امانت می‌کنیم.